به نام خداوند رحمتگر مهربان. منزه است آن خدایی که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانهای خود به او بنمایانی، که او همان شنوای بیناست. و کتاب آسمانی را به موسی دادیم و آن را برای فرزندان اسرائیل رهنمودی گردانیدیم که زنهار غیر از من کارسازی مگیرید. ای فرزندان کسانی که آنان را در کشتی بانو برداشتیم، راستی که او بنده ای سپاسگزار بود. و در کتاب آسمانیشان به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دوبار در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خواست. پس آنگاه که وعده تحقق نخستین آن دو فرا رسد، بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم تا میان خانه هایتان برای قتل و غارت شما به جستجو درآیند و این تهدید تحقق یافتنی است. پس از چندی دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و تعداد نفرات شما را بیشتر می گردانیم. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد نموده اید. و چون تهدید آخر فرا رسد بیایند تا شما را اندوهگین کنند و در معبدتان چنان که بار اول داخل شدند به زور درآیند و بر هر چه دست یافتند یکسره آن را نابود کنند. امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند، ولی اگر به گناه بازگردید ما نیز به کیفر شما باز می‌گردیم و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم. قطعا این قرآن به آیینی که خود پایدارتر است راه می‌نماید و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می‌کنند مژده می دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود. و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عذابی پردرد آماده کرده ایم. و انسان همان گونه که خیر را فرا می خواند پیش آمد بد را می خواند و انسان همواره شتاب زده است. و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، نشانه شب را تیرگون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم تا در آن فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شماره سالها و حساب عمرها و رویدادها را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای او نامه‌ای که آن را گشاده می‌بیند بیرون می‌آوریم. نامت را بخوان، کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی. هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراه رفته تنها به زیان خود بیراه رفته است. و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد و ما تا پیامبری بر نینگیزیم به عذاب نمی پردازیم. و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را یک سره زیر و زبر کنیم.
و چه بسیار نسل‌ها را که ما پس از نوح به هلاکت رساندیم و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست. هر کس خواهان دنیای زود گذر است، به زودی هر که را خواهیم نصیبی از آن می دهیم. آنگاه جهنم را که در آن خار و رانده داخل خواهد شد برای او مقرر می داریم. و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تلاش آنها مورد حق شناسی واقع خواهد شد. هر دو دسته اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم و عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم و قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است. معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خوردگی رسیدند، به آنها حتی اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی. و سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند. پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه تر است. اگر شایسته باشید قطعا او آمرزنده توبه کنندگان است. و حق خیشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را دستگیری کن و ولخرجی و اسراف مکن، چرا که اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی می‌گردانی، پس با آنان سخنی نرم بگوی و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. بیگمان پروردگار تو برای هر که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می‌گرداند. در حقیقت او به حال بندگانش آگاه بیناست. و از بیم تنگ دستی فرزندان خود را مکشید، ما ایم که به آنها و شما روزی می بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است. و به زنا نزدیک مشوید، چرا که آن همواره زشت و بد راهی است. و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید. و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم، پس او نباید در قتل زیاده روی کند، زیرا او از طرف